شب و روزتان خوش. من احمد رفعت هستم و این دهمین برنامه اعدام بس است. با اخبار آغاز میکنیم. نرگس محمدی، فعال مخالف مجازات اعدام، متهم به همکاری با داعش شد. حمید رضا محمدی، برادر نرگس محمدی، نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر ایران، گفت که وزارت اطلاعات به پرونده خواهرش چند اتهام تازه از جمله اتهام عجیب همکاری با داعش را اضافه کرده است. آقای محمدی به سایت مرکز حامیان حقوق بشر گفت: گمان ما بر این است که دلیل چنین اتهامی مخالفت خواهرم با اعدام چند سنی مذهب و درخواست رعایت انصاف و عدالت در دادرسی آنها از سوی مقام‌های قضایی بوده است. نرگس محمدی 15 اردیبهشت ماه گذشته در منزل خود توسط مأموران امنیتی بازداشت شد و از آن زمان تا کنون در بند زنان زندان اوین است. برادر خانم محمدی گفت جدیداً مطلع شده که بر روی پرونده خواهرش نامه ای از سوی وزارت اطلاعات قرار گرفته که در آن برای او به دلیل متنبه نشدن درخواست اشد مجازات شده است. به گفته حمید رضا محمدی اتهام های دیگری نیست، چون فعالیت در کانون مدافعان حقوق بشر و راه اندازی کمپین لگام لغو گام به گام اعدام به پرونده خواهر او اضافه شده است. همزمان نرگس محمدی در نامه‌ای خطاب به عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران، به تصمیم او مبنا به ممانعت از دسترسی به تلفن برای گفتگو با فرزندانش اعتراض کرده است. خانم محمدی در این نامه می نویسد: ما در بند نسوان اوین 22 زن حضور داریم که 14 نفر از این زنان مادر و 5 نفر از این تعداد کودکان زیر 10 سال دارند. درست است که ما محکوم به تحمل حبس هستیم و با عادلانه یا ناعادلانه بودن احکام هم فعلا کاری نداریم. اما هر کدام از ما یک انسان، زن و مادر هستیم. آیا داشتن یک مکالمه تلفنی چند دقیقه‌ای طی 2 یا 3 بار در هفته فقط برای شنیدن صدای کودکان، مادران و پدران با اجرای احکام ما در زندان و با مقررات و قوانین نظام قضایی کشور تعارضی دارد؟ اگر خیر، پس چرا این تصمیم ناروا اعمال می‌گردد؟ یا اینکه داشتن تماس مادرها با فرزندانشان مسئله امنیت ملی و نظام را مخدوش می‌نماید؟ مادران پارکلاله بر مخالفت خود با اعدام تأکید کردند. مادران پارکلاله در بیانیه‌ای که به مناسبت 6 سالگرد آغاز فعالیت‌هایشان منتشر کردند، بر مخالفت خود با مجازات اعدام تأکید دارند. این حرکت در تیر ماه 1388 با فراخوان تعدادی از زنان دادخواه در اعتراض به کشتن و مجروح و زندانی کردن مردمی که برای حداقل خواست انسانی خود به خیابان آمده بودند در پارک لاله تهران شکل گرفت. خواستهای این مادران که در این بیانیه بر آنها تأکید شده است: آزادی کلیه زندانیان سیاسی و عقیدتی، لغو مجازات اعدام و مجازات آمران و عاملان همه جنایت‌های صورت گرفته در جمهوری اسلامی است. در ادامه این بیانیه آمده است: ما ضمن تأکید بر سخاست حداقلی خود، همچنین اعتقاد داریم برای رسیدن به این سخاست باید برای آزادی بیان و اندیشه، رفع هر گونه تبعیض و جدایی دین از حکومت نیز تلاش کنیم. زیرا علت اصلی این بی‌عدالتی ها را در قوانین آزادی ستیز و تبعیض آمیز جمهوری اسلامی می دانیم. در خاتمه مادران پارکلاله می نویسند: ما اطمینان داریم تا زمانی که این قوانین تغییر نکنند و حداقل های دموکراسی در ایران به دست خود مردم پیاده نشود، همچنان زندانی سیاسی خواهیم داشت و کشتن و محروم کردن انسان‌ها از حقوقشان به دلیل داشتن اندیشه و عملکرد متفاوت و دگراندیشی مجاز خواهد بود. افغانستان، دادگاه استیناف حکم اعدام 4 از متهمین قتل فرخنده را لغو کرد. دادگاه استیناف افغانستان حکم اعدام دادگاه ابتدایی 4 از عاملان قتل فرخنده را لغو و هر یک از این افراد را به 20 سال حبس محکوم کرد. فرخنده در آخرین روز سال گذشته شمسی به اتهام آتش زدن قرآن، اتهامی که بعدها تکذیب شد،
توسط چند صد نفری که به تحریک یک روحانی در مقابل مسجد جمع شده بودند، کشته و پس از آن به آتش کشیده شد. در پیامد حکم دادگاه استیناف، گروهی از فعالین حقوق زنان و کنشگران مدنی دست به اعتراض زدند و خواهان دادگاهی عادلانه برای قاتلین فرخنده شدند. خانم عالم رئیس، رئیس کمیته مشارکت سیاسی زنان افغانستان، قتل فرخنده را جنایت قرن 21 خواند و افسود مردم افغانستان اجازه نخواهند داد عاملین این جنایت از دست عدالت فرار کنند. و حالا بخشش‌های هفته. خوشبختانه در دو هفته گذشته به خاطر ماه رمضان ما هیچ اعدامی نداشتیم. یازده تیر اصفهان، دو محکوم به قصاص بدون قید و شرط با بخشش اولیای دم از مرگ نجات پیدا کردند. 16 تیر کرج، یک زن و شوهر که از سال 1389 به اتهام قتل در زندان به سر می بردند و محکوم به قصاص بودند، با بخشش اولیای دم زندگی دوباره یافتند. 16 تیر کهنوج، استان کرمان، یک زندانی متهم به قصاص نفس با گذشت اولیای دم از چوبه دار نجات پیدا کرد. در ادامه شما را دعوت به بخش‌هایی از صحبت‌های زنی می‌کنیم که نه تنها متهم به قتل برادرش را با بخشیدن از مرگ نجات داد، بلکه باعث نجات از قصاص جوان دیگری هم شد. این گفتگو از صدا و سیمای جمهوری اسلامی در روزهای گذشته پخش شد. اگرچه این بخشش مربوط به سالها پیش، دقیقاً 1386 می شود. محکوم دیگری که نجات پیدا کرد داستان شناخته شده تری دارد. داستان سینا پای مرد است. سینا در 15 سالگی بر سر خرید مواد مخدر با دوست 21 سالش درگیر شد و او را به قتل رساند. در زمان اجرای حکم سینا که قرار بود همراه با 3 تن دیگر اجرا شود، درخواست کرد به او اجازه دهند برای آخرین بار نی بنوازد. آوای نی او باعث نجات جان خودش و متهم دیگری به نام علی شد که دوستش را با چاقو به قتل رسانده بود. لازم به یادآوری است که دفاع از سینا پایمرد به عهده نسرین ستوده بود. حالا بخش‌هایی از صحبت خانم رمضانی. من هر ماه میرفتم دادگاه و میخواستم که قاتل بهروز قصاص بشه. پدر من یه آدم فوق‌العاده مذهبی بود. یعنی اگه یه روحانی میدید فکر میکردش که اون که لباس حضرت علی تو تنشه به همون اندازه قداست داره و نمیتونه به اون نبگه. وقتی اینا میومدن، این پدر این میرفتش روحانیون محل رو میآورد، پدر شهیدا رو میآورد که بهش التماس کنم برای بخشش، پدرم میمون چی بگه؟ و آدمی نبود که واقعا قلبا قصاص کنه. ولی من بهش گفتم که بابا اگه بخوای از خونه بهروز بگذری، قاتل بهروز رو ببخش، قاتل بهروز بیاد ازدواج کنه، خانواده تشکیل بده، من خودم رو میکشم. همون جلوی اوین خودم رو میکشم. و بیچاره پدرم از ترس این که من این کار رو انجام بدم میگفتش که هرچه قانون بگه. چیزی که ما قصه شما میدونیم تقریبا پدر و مادر راضی بودن به رضایت. مادر که نداشتم من، پدرم. اما کسی که راضی نمیشد به این اتفاق فقط شما بودید. البته برادرام هم راضی نمیشدن تا روز آخر که ما برای اعدام ما رو خواستن برای اوین بریم. برادرام دیگه راضی شدن و به من گفتن که ما برای اعدام نمیاییم. یکی از برادرام خب وایساد تا آخرش کنار من که بلکه بتونه منو راضی کنه و همراه خانواده اونا گریه میکرد و التماس میکرد به من که بیا ببخش، اما من نمیتونستم. من وقتی از در خونه در اومدم که بریم داخل زندان، رو کردم با آسمان گفتم خدایا امشب دو نفر، تو نمیتونی من و علی رو با هم زنده نگه داری، امشب باید یا علی رو نگه داری یا منو نگه داری. من نمیتونم علی رو ببخشم. تا این حد دوست داشتین که شما ادامش بدید؟ حتی باورتون نمیشه، وقتی که بهروز کشته شد به ما گفتن که پدرش با در قندون زده تو سر بهروز. من یه در قندون کریستال گذاشته بودم تو کیفم، وقتی اینو اعدام کردم با اون در قندون بزنم تو سرش که بلکه اون حسم یه ذره چیز بشه. برادران به من زنگ زدن گفتن که آرامش داری؟ گفتم آره، یک لحظه چشمو میبندم فکر میکنم مادر بهروزم و این کارو انجام میدم. تا اینکه اینها رو آوردن. این پسر خب زیر 18 سال بود، 16 سالش بود که مرتکب قتل شده بود و خیلی جثه کوچیکی مثل حسین داشت و خیلی گریه میکرد و فاطمه زهرا رو صدا میکرد. سیدم بود، میگفتش که یا فاطمه زهرا، من وکیل ندارم، بابام گفته فقط تو رو صدا کنم.
یا امام حسین. فقط اینا رو صدا میکرد که این پدر من چون مذهبی بود دیوانه میشد این مرد، اصلا نمیتونست تحمل کنه اون صحنه ها رو. بعد که این هی مرتب من تو این فاصله میرفتم با اینا صحبت میکردم، بعد اینا رو بردنشون بالای دار، این گفتش که نی منو بدید من میخوام نی بزنم. ببینید دیگه اون لحظه، حالا من حالا علی رو دیدم، عکس بهروز رو گذاشته کف دستش، منو به بهروز، روح بهروز قسم میده، من بهش میگم علی من تو رو امشب مثل سگ میکشم، یه در قندونم آوردم بزنم تو سرت که دلم خنک شه، ولی برای این بچه اصلا نمیتونم بشینم و کاری انجام ندم. بعد اینا رو که بردم بالای دار، این گفت نی منو بدید من برای آخرین بار میخوام نی بزنم. آقای قاضی نی رو بهشون داد و این بالای دار با اینکه دستاش بسته بود و تناب دار رو از گردنش یه خورد یه چند لحظه خارج کردن، این نی زد. باورتون نمیشه آقای علی خانی، اون نی بسته؟ بله خب دستاش رو، بله دستاشون بسته است، دستاشون بسته است، ولی خب نی رو میتونست تو دستش بگیره. بعد خب این اجازه رو دادن که مثلا، ولی اون تمام اون ماموران اجرای احکام که اونجا بودن، این همون پسری که همه رو قسم میداد، بله بله همون که من برای آخرین لحظه نی بزنم. باورتون نمیشه آقای علی خانی، بعدها اینو دعوت کردم به صدا سیما که همون نی رو بزنه، نتونست بزنه. وقتی دیگه نی اون تموم شد و میخواستن که شمارش معکوس رو بزنن که چارپایه ها رو از زیر پاشون بکشن، من رفتم افتادم رو پای اون برادرها، گفتم خواهر ندارید؟ گفتن نه. گفتم خاک پاتون میشم، به این رحم کنید، اینو نکشید. گفتش که خانم تو خودت هم میخوای بکشی. گفتم یه لحظه صبر کنید. اومدم به بابام گفتم که دیگه حالا اون حس کینه رفته بود، دیدی حالا انگار یه حالت، نمیدونم نمیتونم این کلمه رو، کلمه پیدا کنم اون لحظه رو توصیف کنم، دیگه اصلا به علی فکر نمیکردم، اصلا به علی فکر نمی کردم. هفته گذشته سازمان حقوق بشر ایران گزارش اعدام‌های انجام گرفته در 6 ماه اول سال 2015 میلادی رو منتشر کرد. ما در این رابطه گفتگوی خواهیم داشت با محمود امیری مقدم، بنیانگذار و سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران. ولی قبل از آن با هم نکات مهم این گزارش رو ببینیم. همونطوری که ملاحظه کردید گزارش اعدام‌های 6 ماه اول سال جاری میلادی بسیار نگران کننده است. 570 اعدام تنها در 6 ماه. ما حالا صحبت خواهیم کرد با آقای محمود امیری مقدم در این رابطه. آقای امیری مقدم خوش اومدید. ممکنه در رابطه با این گزارش به طور مختصر توضیح بدین؟ کاملا درسته. آماری که در گزارش 6 ماهه ما منتشر کردیم، یعنی که 570 اعدام در مدت 6 ماه در واقع در 25 سال گذشته بی سابقه است و این در واقع یک رکورد جدید در استفاده در جمهوری اسلامی. البته این را من اضافه کنم که اعدام‌های گزارش شده تعدادشون از این هم بالاتره و ما حدود 90 مورد اعدام رو در این گزارش نیاوردیم، برای اینکه در واقع این اعدام‌ها باید توسط حداقل 2 منبع مستقل تایید بشن که این خورده وقت میگیره. از این 570 نفر 223 مورد
توسط رسانه های رسمی جمهوری اسلامی اعلام شده که این خودش هم یک آمار خیلی بالاست. ببینید در کشورهای دنیا رو اگه نگاه کنیم، بعد از چین و ایران هیچ کشوری سالانه بیش از 200 تا اعدام نداشته، چندین سال است الان، ولی در ایران فقط آمار رسمی اعدام ها 223 مورد در 6 ماه اولین ماه این سال بودند و باقی اعدام هایی است که توسط نهادهای حقوق بشری، توسط منابع سازمان حقوق بشری ایران گزارش شدند و ما برای اینکه مورد اعدامی رو که به صورت رسمی اعلام نشده شامل این گزارش کنیم، حتما این موارد باید توسط دو منبع مستقل تایید شوند که این منابع در واقع میتونن شاهد عینی باشه، وکیل، خانواده، منابعی در داخل قوه قضاییه یا در داخل زندان ها. البته خب در این 6 ماه اعدام ها در ملأ عام هم انجام گرفتند. بله درسته، اعدام های ملأ عام این 6 ماه که ما گزارش میکنیم 34 مورد بودند. به طور متوسط در این 4 سال اخیر اعدام های ملأ عام حدود سالانه حدود 60 مورد بودند، کمتر یا بیشتر، که این 34 مورد در نصف سال در واقع در حد سالهای گذشته است، ولی اعدام هایی که در زندان صورت گرفتند و به خصوص اعدام های غیر رسمی این آمار رو خیلی بیشتر بالا میبرند. البته رئیس قوه قضاییه استان فارس آقای علی القاسی مهر اخیراً گفته که اعدام ها در ملأ عام به درخواست مردم انجام میگیرند. بلی، گفته های ایشون خب در واقع تکرار حرفایی است که مسئولین جمهوری اسلامی در واقع وقتی که با مطبوعات داخل کشور صحبت میکنن تکرار میکنن این حرفا رو که اینها خواست مردم هست. البته ما هیچ گونه نظرسنجی سراغ نداریم که مردم خواستار اعدام بیشتر در ملأ عام شده باشند، ولی خب این حرفی ایشون هست. البته ما هم در پاسخ به ایشون بیانیه‌ای دادیم که حتی اگر اینطور هم باشه، این احتمالا تنها خواست مردم هست که قوه قضاییه میخواد بهش اجرا در واقع عمل کنه، چون که مردم ایران خواستهای خیلی زیادی دارند که سالهاست جمهوری اسلامی به اونها در واقع هیچ توجهی نکرده. ولی به نظر من این هم جالب هست که بهش توجه کنیم که وقتی که مسئولین جمهوری اسلامی با مطبوعات خارج کشور یا با در پاسخ به گزارشگران ویژه سازمان ملل میخوان در مورد توضیح بدند، مثلا آقای لاریجانی همین بکنم ماه پیش بود گفت که اعدام ملأ عام به ندرت اجرا میشه و ما سعی میکنیم جلوگیری کنیم از اینکه کودکان و نوجوانان این صحنه ها رو ببینند و معمولا در قبل از طلوع آفتاب و از این صحبت ها، که خب هر دو این حرف ها به نظر من صحت نداره. متاسفانه تکرار دروغ هایی است که قبلا هم توسط مسئولین جمهوری اسلامی تکرار شده. ما در اعدام هایی که در همین 6 ماه گذشته صورت گرفته بارها و بارها تصاویر کودکانی رو نشون دادیم که در حال تماشای صحنه اعدام هستند. خب ما در 6 ماه گذشته آیا اعدام بزهکارانی که در هنگام ارتکاب به جرم کمتر از 18 سال سن داشتن هم داشتیم؟ درسته، جواد صابری که در زندان رجای شهر در فروردین ماه اعدام شد هنگام ارتکاب جرم زیر 18 سال داشت. این رو ما تونستیم تایید بکنیم. البته اعدام آقای صابری رو، جواد صابری رو، هیچ یک از
رسانه های داخل کشور منتشر نکردند، ولی ما تونستیم این رو تایید بکنیم. ببینید، اکثر کسانی که در ایران اعدام میشن یا اسامی کاملشون اجرا نمیشه یا فقط حروف مخفف اول اسم و فامیلشون اعلام میشه و اطلاعات خیلی کم هست در مورد سن افراد هنگام اعدام، سن افراد هنگام ارتکاب جرم، و به خاطر عدم شفافیتی که در سیستم قضایی ایران وجود داره ما نمیتونیم، یعنی در مورد اکثر افراد اعدام شده اطلاعات کافی وجود نداره که آیا هنگام ارتکاب جرم سنشون زیر 18 سال بوده یا نه. ولی برای مثال سال گذشته ما 14 مورد اعدام نوجوانان بزهکار داشتیم در ایران که این هم یک رکورد بود، با این که مسئولین جمهوری اسلامی این رو کتمان میکنند، ولی چنین مواردی وجود داره و ما مدرک و سند داریم که این افراد زیر 18 بودند. در این 6 ماه ما فعلا فقط یک مورد داریم که تونستیم با مدارک کافی تایید کنیم که هنگام ارتکاب جرم سنشون زیر 18 سال بود. خب رکورد این اعدام های 6 ماه گذشته در زندان قزلحصار بوده، جایی که اعدام های گروهی هم انجام گرفتن، به نوعی کشتارگاه شده. به چه دلیل قزلحصار این همه اعدام درش انجام گرفته؟ بله، زندان قزلحصار خب یکی از بزرگترین زندان های ایران هست و آمار دقیقی در مورد تعداد افراد محکوم به اعدام وجود نداره، ولی تخمین زده میشه که چند هزار نفر محکوم به اعدام هستند. اکثرین افراد اتهامشون مربوط به جرائم مربوط به مواد مخدر هست و که در توسط دادگاه های انقلاب پشت درهای بسته به اعدام محکوم شدند. ما گزارش های زیادی داریم در مورد استفاده سیستماتیک از شکنجه و اعتراف گرفتن زیر شکنجه در مورد این زندانیان، عدم دسترسی به وکیل مدافع در دوران بازداشت و بازجویی، و خب احتمال زیاد میره که تعدادی از این افراد واقعا بیگناه بوده باشند. و همطور شما اشاره کردین، اعدام های زندان قزلحصار شدت بیشتری گرفته، به خصوص در چند ماه اخیر، در ماه های اردیبهشت و خرداد. در قزلحصار در این 6 ماه بیش از 100 زندانی اعدام شدند که اکثرین اعدام ها هم در واقع ماه خرداد و اواخر اردیبهشت صورت گرفت. کلن زندان های کرج، قزلحصار و رجای شهر میشه گفت که زندان هایی هستند با بیشترین تعداد اعدام. طبق آماری که ما داریم حدود 200 نفر از این 570 نفر از زندانیان زندانهای کرج بودند که این هم یک در واقع آمار خیلی بالاست و ما شدیداً نگران این زندانیان هستیم، به خصوص اینکه از یک طرف مسئولین جمهوری اسلامی صحبت از تغییر قانون مجازات در مورد جرائم مواد مخدر میکنند و از طرف دیگه اعدام این افراد شتاب بیشتری گرفته. ما نگران هستیم که شاید قصد دارند که اکثر این اعدام ها رو در واقع اجرا کنند قبل از تغییر در قانون. البته هنوز اطلاعی نداریم در مورد اینکه این پروسه تغییر قانون تا کجا پیش رفته و آیا این فقط یک صحبت هست که در رابطه با مجامع بین‌المللی مطرح کردن مسئولین جمهوری اسلامی، یا اینکه واقعا قصد دارن قانون رو تغییر بدن. ولی در عمل چیزی که ما می‌بینیم برعکسش هست، یعنی که افرادی که به اتهام جرائم مربوط به مواد مخدر به اعدام محکوم شدند، تعداد اعدام ها در این رابطه خیلی شتاب گرفته. فقط در این 6 ماه 394 نفر به اتهام جرائم مربوط به مواد مخدر اعدام شدند که این از کل سال گذشته هم بالاتره.
هر روز شمار بیشتری از کارشناسان خود نظام هم به بیهودگی و بی تأثیر بودن مجازات اعدام جهت مبارزه با اعتیاد و قاچاق مواد مخدر اشاره می کنند. این اعدام ها نه اعتیاد رو کاهش دادن، چون آمار صحبت از ازدیاد معتادین هست، و نه قاچاق مواد مخدر لطمه خورده. با توجه به این واقعیت ها که آمار خود نظام هستند، چرا بر این سیاست پافشاری میشه؟ یعنی چرا باز هم اعدام میکنن در صورتی که میدونن اعدام به هیچ وجه بازدارنده نیست؟ بله، من فکر میکنم که جمهوری اسلامی سال هاست به این نتیجه رسیده که اعدام قاچاق مواد مخدر رو کم نمیکنه، پیشگیری نمیکنه از جرائم مربوط به مواد مخدر، چون که سال هاست که ایران اعدام میکنه این افراد رو. ولی امسال برای اولین بار، یعنی که امسال و سال گذشته برای اولین بار به این اعتراف کردند. در دی ماه 93 آقای لاریجانی جواد در یک مصاحبه ابراز در واقع نارضایتی کرد از تعداد بالای اعدام ها و اینکه به نوعی اعتراف کرد که مسئله قاچاق مواد مخدر حل نشده، کم نشده این مشکل. صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه هم باز همین حرفا رو تکرار کرد، و همطور که شما هم اشاره کردین چندین کارشناس وکلای بلندپایه در چند ماه اخیر این صحبت ها رو تکرار کردند که اعدام به هیچ وجه از جرائم مربوط مواد مخدر پیشگیری نکرده، و حتی آمار هم نشون میده که نه تنها این جرائم کمتر نشدن، بیشتر هم شدن. پلیس تهران سال گذشته در گزارشی اعلام کرد که فقط در تهران در 10 ماه نخست سال 93 روزانه دست کم 140 نفر به اتهام قاچاق مواد مخدر دستگیر میشن، که این خب آمار خیلی بزرگی است. ولی خب الان من فکر میکنم به خاطر فشارهای بین المللی جمهوری اسلامی در واقع مجبور به این اعتراف شده، که رسما اعتراف کرده که این اعدام ها از جرائم مربوط به مواد مخدر کم نمیکنه. از طرف دیگه کسانی هم بودن، برای مثال وزیر کشور عضو کابینه آقای روحانی، که به قوه قضاییه گفته که به هیچ وجه در مورد قاچاقچیان مواد مخدر نباید رحم نشون بدن، یعنی که تشویق کرده برای اعدام های بیشتر. طبق روال معمول حکومت با دو زبان صحبت کرده، و وقتی که به عملشون نگاه کنیم میبینیم که نه تنها این اعدام ها کمتر نشده بلکه بیشتر هم شده. حالا سوال شما اینه که چرا اعدام میکنند؟ جواب سادش میتونه این باشه که دست کم هدفشون پیشگیری از جرم نیست، چون که به خوبی میدونند که این عمل پیشگیری نمیکنه. ما قبلا هم مطالعه کردیم در مورد رابطه بین اعدام در جمهوری اسلامی و تحولات سیاسی. ما ببینیم که یک ارتباط معنیدار وجود داره بین زمانبندی و تعداد اعدام ها و تحولات سیاسی در کشور. وقتی که حکومت در واقع انتظار اعتراض رو داره، یا به نحوی خودش رو تحت تهدید احساس میکنه از داخل کشور، تعداد اعدام ها بالا میره، و ما فکر میکنیم که این اعدام ها هدفشون ایجاد رعب و وحشت در جامعه باشه. خب در 6 ماه اول سال ما اعدامای سیاسی هم داشتیم. اخیراً یک تبصره‌ای به ماده 48 آیین دادرسی جدید که به تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان رسیده اضافه شده، که از متهمین به جرائم امنیتی، بالا به طور خلاصه بگیم متهمین سیاسی و عقیدتی، حق ندارن آزادانه وکیل خودشونو انتخاب کنن، بلکه باید دفاع از خودشونو به اون وکلای بسپرن که مورد تایید قوه قضایی هستند. آیا این مسئله میتونه به افزایش محکومیت‌های سیاسی کمک کنه؟
ببین، تغییرات متعددی شده در قانون که بعضی از اونها اگر قانون رو درست اجرا کنن میتونه تعداد اعدام‌ها رو در این رابطه پایین ببره. برای مثال استفاده از اتهام محاربه برای زندانیان عقیدتی و سیاسی که در واقع نباید انجام بشه، ولی ما امسال دیدیم که 6 زندانی اهل سنت کرد در زندان رجای شهر به اتهام محاربه اعدام شدن، در حالی که بر اساس تعریف جدید محاربه در قانون مجازات اسلامی جدید این اتهام رو در واقع نمی بایستی داشته باشند. از طرف دیگه ماده‌ای که شما اشاره کردیم بهشون که در واقع آزاد نیستند در انتخاب وکیل، ببینید اکثر زندانیان سیاسی و امنیتی در واقع که احکام سنگین گرفتند خیلی از این افراد قبلا هم آزاد نبودند و حتی اگر وکیل هم می داشتند وکیلشون دسترسی بهشون نداشت. ما زندانیان زیادی رو دیدیم، مثل همین 6 زندانی که اعدام شدن، زندانی کردی که اعدام شدن، یا زندانیان شهروندان عربی که سال گذشته در خوزستان اعدام شدند. دسترسی به وکیل، اینکه وکیل اطلاع، حتی وکیل از تاریخ اعدامشون اطلاع نداشت. ولی خب حالا این تغییراتی که در قانون میدن میخوان که بی قانونی که در عمل دارند شکل قانونی تر به خودش بگیره و من فکر میکنم که این اعدام ها بیش از هر چیز یک اراده سیاسی رو میخواد. در واقع اگه میخوایم تعداد اعدام ها پایین بره، به خصوص اعدام های جرائم سیاسی و امنیتی، این نیازمند به یک اراده سیاسی است در جمهوری اسلامی که متاسفانه ما این اراده رو نمیبینیم. توافق اتمی گویا نزدیکه و در ساعات آینده میتونه به امضا برسه. آخرین باری که در جمهوری اسلامی ایران جام زهر رو بالا کشیدن در پایان جنگ 8 ساله با عراق، ما شاهد اعدام چندین هزار نفر بودیم. آیا باید واقعا نگران بود که با امضای این توافقنامه هم سرکوب در ایران تشدید خواهد شد و همچنین صدور احکام اعدام و اجرای اونها؟ اگه به آمار این چند ماه اخیر نگاه کنیم، به خصوص از وقتی که مذاکرات هسته‌ای شروع شد، ما شتاب خیلی در واقع ما می‌بینیم که اعدام‌ها شدت خیلی بیشتری گرفتند. اینکه آیا این تعداد خیلی بالای اعدام برای مثال فقط در 2 هفته اول ماه ژوئن، یعنی که اوایل خرداد، ما شاهد 1 اعدام هر 2 ساعت بودیم در ایران، این خب تعداد خیلی بالایی است. یعنی همطور که شما هم به درستی اشاره کردین، یادآور روزهای بعد از جنگ این تعداد. اینکه آیا این تعداد اعدام ها ربط مستقیمی به مذاکرات هسته‌ای دارند یا نه، این رو من نمیتونم جواب بدم، ولی به نظر میاد که تأثیر این مذاکرات و تأثیر حالا اگر به توافق برسند، تا کنون تأثیرش مثبت نبوده روی شرایط حقوق بشر و روی روند اعدام ها. اینکه حالا برعکس بشه، یعنی که اگه به توافق برسند تعداد اعدام ها بالاتر هم بره، این رو هم جواب درستی ندارم. امیدوارم که اینطور نشه، امیدوارم که جامعه جهانی حالا پس از این مذاکره توجه بیشتری به مسئله حقوق بشر بکنه، چون که در این ماه‌ها یا در این 2 سال گذشته از زمانی که آقای روحانی رئیس جمهور شدند، توجه زیادی به مسئله حقوق بشر در ایران توسط جامعه جهانی داده نشده و این عدم توجه میتونه دلیل بالا رفتن اعدام ها باشه. ما امیدواریم که پس از یک مذاکره هسته‌ای، پس از یک توافق، جامعه جهانی و جامعه مدنی در داخل کشور توجه بیشتری به مسئله اعدام بکنه.
با سپاس از همراهیتون. سپاسگزارم از شما. و اما نماهنگ هفته، این بار کاری از آلیس سرکیسیان با عنوان نترس، ترانه‌ای که به ریحانه جباری تقدیم شده، دختری که با حکم قصاص در سال گذشته سرش بالای دار رفت. همان گونه که هفته گذشته اعلام کردیم، این هفته گزارش ویژه ما در رابطه با ایرانیانی است که در زندان‌های مالزی به اتهام قاچاق مواد مخدر زندانی هستند و بسیاری از اونها هم حکم اعدام گرفتند و بقیه هم احتمالاً حکم اعدام برایشون صادر خواهد شد. ما قبل از اینکه با میهمان بعدیمون در رابطه با زندانیان ایرانی در مالزی صحبت کنیم، یک ویدیو کوچیکی برای شما تهیه کردیم، با هم ببینیم. آخرین حکم اعدام برای یک شهروند ایرانی در مالزی هفته گذشته صادر شد.
یک مرد 49 ساله که در دسامبر سال 2012 با 1 کیلو مواد مخدر در کوالالامپور دستگیر شده بود، در دادگاه پایتخت این کشور آسیایی به اعدام محکوم شد. این فرد که در ایران راننده تاکسی بوده، دارای همسر و 2 فرزند است. همزمان با صدور این حکم اعدام، 2 ایرانی دیگر که آنها نیز در رابطه با جرایم مربوط به مواد مخدر در زندان بودند، جان خود را از دست دادند. اولی در بازداشتگاه فرودگاه بین المللی کوالالامپور به سر می برد و در ماه آوریل با 1 کیلو مواد مخدر در چمدانش دستگیر شده بود. پلیس مالزی مدعی است که این جوان 30 ساله علاوه بر مواد مخدری که در چمدانش داشت، مقداری از قرص‌های متامفتامین را نیز بلعیده بود و در پیامد پاره شدن یکی از کیسه‌هایی که بلعیده بود جان سپرد. البته بعید به نظر می‌آید کسی که مواد مخدر در چمدانش حمل می‌کند، مقداری از آن را نیز بلعیده باشد. نفر دوم قاچاقچی مواد مخدر نبود، بلکه به دلیل اعتیاد در زندان به سر می‌برد. همسر مالایی این زندانی با در دست داشتن عکس‌هایی که حکایت از ضرب و شتم او را دارند، علیه مقامات زندان شکایت کرده است. شمار ایرانیانی که در زندان‌های مالزی دوران محکومیت خود را می‌گذرانند یا در انتظار اجرای حکم اعدام هستند، مشخص نیست. مقامات ایرانی و همتایانشان در مالزی آمار و ارقام متفاوتی را ارائه می‌دهند. به گفته وزیر جهانگردی مالزی راشدی بن حسنب الله، تعداد ایرانیان زندانی 227 نفر است که 30 نفر آنها زن هستند و 40 نفر از مردان نیز در سلولهای موسوم به قفس و با پابند نگهداری می شوند. مقامات کنسولی ایرانی در مالزی شمار ایرانیان در زندانهای این کشور را 221 نفر اعلام می کنند که 86 نفر از آنها محکوم به اعدام شدند. برخی منابع دیگر شمار ایرانیان زندانی در مالزی را بیش از 300 نفر تخمین می‌زنند. علی ساداتی، معاون وزارت دادگستری، صحبت از 3000 ایرانی در زندان‌های خارج از کشور می‌کند. در حالی که ابراهیم رحیم‌پور، معاون آسیا و اقیانوسیه وزارت خارجه جمهوری اسلامی، شمار ایرانیان زندانی در خارج از مرزهای کشور را حدود 6000 نفر تخمین می‌زند و می‌افزاید 700 نفر از آنها با حکم اعدام در زندان به سر می‌برند. البته به گفته سفیر اندونزی در تهران، در این کشور آسیایی نیز حدود 500 ایرانی متهم به قاچاق مواد مخدر در زندان به سر می‌برند که 47 نفر از آنها به اعدام محکوم شدند. بسیاری از ایرانیان ساکن مالزی سفارت و کنسولگری جمهوری اسلامی را متهم به بی‌اعتنایی به وضعیت ایرانیان زندانی می‌کنند، ولی نمایندگان تهران در کوالالامپور این اتهام را رد می کنند. البته حسن قشقاوی، معاون وزارت خارجه و مسئول ایرانیان خارج می گوید او حتی 1 دلار بودجه برای حمایت از ایرانیان در خارج از مرزهای کشور ندارد. در مالزی حدود 70000 ایرانی زندگی می کنند که 14000 نفر از آنها دانشجو هستند. حالا به سراغ مهمان بعدی میریم. در کوالالامپور پایتخت مالزی، خانم شراره سعیدی، مددکاری که در این کشور آسیایی در رابطه با زندانیان ایرانی کار میکنه. خانم سعیدی، خوش اومدید به اعدام بس است. ما حتی نتونستیم یک رقم جدی در رابطه با شمار ایرانیانی که در زندانهای مالزی هستند و اونهایی که دادگاهشون تموم شده و حکم اعدام گرفتن تهیه کنیم. چه مقامات قضایی، چه حقوقدانان مالزیایی و همچنین مقامات کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در کوالالامپور ارقام مختلف رو میدن. چرا؟ رقمش رو نمیشه دقیق گفت، همونطوری که اون جامعه وکلا خدمتتون عرض کردم، به خاطر اینکه تعداد دستگیری ها با تعداد آزاد شده ها خیلی زیاده. یعنی در عرض 1 ماه ممکنه که بیش از 20 نفر آزاد شن و تو همون ماه 10 نفر اضافه بشن. نمیشه رقم دقیق گفت، ولی اون چیزی که برآورد منه بین 250 تا 270 نفر زن و مرد توی زندان‌های مالزی هستن به جرم مواد مخدر. البته ما مجرمای دیگه هم داریم، مثل اوورسه یا کسانی که ویزا نداشتن و اینجا اقامت داشتن، یا درگیری های کوچیک داشتن، یا مثلا قمار کردن تو کازینوهای غیر قانونی، اینجور افراد هم هستن، ولی اونا خیلی تعداد کمتری هستن، بیشتر به جرم مواد مخدر
تو زندان هستم و بله درسته، دقیقاً جام مواد مخدر باعث شده که پوزیشن ایرانی ها توی این کشور شدیداً تنزل پیدا کنه، طوری که رتبه بندی که همین امروز منتشر شد در مورد دیدگاه مالایی ها نسبت به ایرانی ها نشون میدادش که بیش از 20% نگرش منفی بیشتر شده نسبت به ایرانی ها، در صورتی که ایرانی ها اینجا ایرانی های موفقی هستن، یعنی اگر دانشجویی هست حتما رتبه های بالا رو میگرفته. تو مدارس اینترنشنال اینجا بچه های ما همیشه شاگرده اول هستن، طوری دانشجوها و دانش آموزای ما درس خوندن تو این کشور که باعث شدن که رتبه علمی دانشگاه ارتقا پیدا بکنه. یا کارمندایی داریم که تو شرکت معظم پتروناس کار میکنن، اونم در رده های بالا. ببینید جامعه اکثریت ایرانی اینجا جامعه موفقی هستن، بیزینسمن های خیلی خوب داریم اینجا، ولی متاسفانه سایه این 200 خورده ای نفر روی بقیه به قدری گسترده است با پوشش رسانه ای که طرف مالزی میشه که خب پوزیشن کل ایرانی ها زیر سوال رفته. ممکنه شما توضیح بدین که مراحل دادرسی و دادگاه در مالزی چگونه است و چند مرحله داره؟ من گمان میکنم 3 مرحله است، اگر که دستگیری رو حساب نکنیم. مرحله اول دادگاهی برگزار میشه که کل کیس مورد قضاوت قاضی قرار میگیره، یک قاضی، چه آزاد بشه اون شخص چه حکم بگیره و چه اعدام بگیره فرقی نمیکنه، در هر 3 مورد اون حکم اپیل میشه. بعد اون شخص باید منتظر بمونه تا مرحله بعدی که 3 تا قاضی روی نظارت میکنن. اون 3 تا قاضی که تشخیص دادن، باز هم بیش از 80% مثلا اگر حکم آزادی هست آزاد نمیشه شخص، باید منتظر بمونه تا 5 تا قاضی اون رو قبول کنن. اگر 5 تا قاضی هم حکم آزادی دادند اون شخص آزاد میشه. پس در ساده ترین حالت 3 مرحله رو باید طرف طی کنه. حالا کسانی رو داریم که 5 تا قاضی رو هم میبازن، حکم اعدام میگیرن. این افراد واقعا من نمیدونم آمار دقیقشون چقدره، مثلا الان میدونم 10 تا خانم هستن که هر این 10 نفر اینا 3 تا قاضی رو باختن، تو انتظار 5 قاضی هستن. اگر خدایی نکرده کسی 5 تا قاضی رو ببازه و حکم اعدام بگیره، این شخص باید 5 سال صبر بکنه تا تقاضای فرجامش بره به دست پادشاه. اگر پادشاه قبول بکنه که فرجام خواهی این آدم مورد اعتبار داره، اون وقت از روزی که پادشاه دستور بده 20 سال حبس براش گرفته میشه. یعنی با اون 10 سالی که قاعدتاً، چون اینجا پروسه فوق العاده طولانیه، حداقل 5 سال طول میکشه تا حکم طرف مشخص بشه، 5 سال باید بمونه تو زندان تا پادشاه دستور بده، اگر خوش شانس باشه و پادشاه تو مرحله اول رسیدگی بکنه 20 سال میگیره و یعنی 30 سال اینجا مونده. اگر کسی هر 3 مرحله رو ببازه، و البته کم نیستن کسانی که 3 مرحله رو باختن و یا در شرف باختن هستن. بسیاری از کسانی که در مالزی زندانی بودند یا هستند، صحبت از ناعادلانه بودن بازپرسی و دادرسی و دادگاه میکنند. ببینید من پرسر خدمتتون عرض میکنم، این که تشخیص این که عادلانه هست یا نه بر عهده خود شما. ایرانیایی که این کار رو انجام میدن زبان انگلیسی که نمیدونن، یعنی موقعی که توی فرودگاه دستگیر میشن اصلا نمیتونن هیچ گونه رابطه برقرار کنن با اون آفیسر دستگیریشون. بعضا ما کسانی رو داشتیم که مواد توی سکشون جاسازی شده بوده، کسانی رو داشتیم که توی هواپیما مواد رو انداختن تو سک دستشون که بالا سرشون بوده، روی صندلیشون قرار داشته. این اصلا در جریان نبوده. وقتی که آفیسر اینو گرفته، در صندل در چمدونش رو باز کرده، خودش به اندازه آفیسر جا خورده، ولی به هیچ بلد نبوده صحبت بکنه، نمیتونسته توضیح بده. یا حتی ما کسی رو داریم اینجا که متاسفانه با این که نمیفهمیده بهش چی میگن همه رو میگفته یس، همین یس باعث باختن شده تو 5 تا قاضی. یعنی اون کلمه ای رو که اون اول میگه نوشته میشه و همه اینا بر علیهشه. یعنی این که کمتر ایرانی متاسفانه میگه نمیدونم،
نمیفهمم چی میگی، یه مترجم برای من بیار. یعنی چهار تا کلمه انگلیسی رو به هم بچسبونه و بگه که یه مترجم به من بده. نمیگن. و البته دولت مرزی هم فوق العاده سهل‌انگاری میکنه تو این ماجرا، هی تونتون از اینا میپرسه و اینا متاسفانه خیلیشون تونتون یس یس میکنن و یه پرونده خیلی بدی براشون تشکیل میشه. ما با یه پروسه کاملا غیر انسانی تو روند دستگیری تا دادگاه اول مواجه هستیم. یه چیزی حدود 2 سال بعضن 3 سال کسانی هستن که تو زندان میمونن تا یه دادگاه براشون برگزار بشه. من تقریبا هیچ جای دیگه سراغ ندارم همچین روندی رو. 2 سال 3 سال منتظرن تا یه دادگاه کوچولویی براشون برگزار بشه، اینا میرن تو اون دادگاه. بعد پروسه دادگاه ها عروسی که شروع میشه تا روزی که تموم بشه یه چیز حدود 1.5 سال طول میکشه. هر 2-3 ماهی یک بار، که تو این 2-3 ماهی یه بار وکیل نمیاد، یه بار دادستان نمیاد، یه بار قاضی نمیاد، یه بار هر دفعه یک اتفاقی میفته و اینا هی میفته عقب. یعنی یه چیز حدود 2 سال همین بندگان خدا میرن و میان دادگاه تا حکمشون صادر شه. وکیل گرفتن تو همه جای دنیا پول میخواد. ما در مورد کسانی داریم صحبت، ببینیم ما در مورد دیلرهای بزرگ مواد مخدر که الان صحبت نمی کنیم با هم دیگه، جریان اونها یه مبحث جداگانه است که سر ربطی به صحبت ما نداره. ما در مورد کسانی صحبت می کنیم که 5 میلیون تومان گرفته 5 کیلو شیشه با خودش آورده، 3 میلیون تومان پول گرفته 1 کیلو 900 گرم شیشه رو خورده، چجوری تو معده‌اش جا داده من اینو واقعا نمیدونم. کسی رو داریم که روی دست و پا و گردن و وسط پاش مواد مخدر جاسازی کرده اومده و برای مثلا نمیدونم 700 هزار تومان پول. چه انتظاری دارید از این وقتی که گرفته میشه؟ میتونه وکیل بگیره؟ خب نه، قاعدتا نمیتونه وکیل بگیره. دولت مالزی هم هی میگه وکیل بگیرید، وکیل بگیرید. خب اینا وکیل نمیگیرن. همین پروسه 3 ماه میفته عقب برای که این دادگاه بتونه شرکت کنه. چون اینجا بدون وکیل شما نمیتونید دادگاه شرکت کنید. تا اینکه به دولت مالزی محرز بشه این آدم عدم استطاعت برای گرفتن وکیل رو نداره. وقتی وکیل فری میدن بهش. وکیل فری کیه؟ کسیه که خیلی جوونه، خیلی ناشناست. مواد مخدر یک جرم جنایی حساب میشه و وکلای جنایی اصولا باید وکلای خیلی قوی باشن تا بتونن از کوچکترین پهنای پرونده استفاده بکنن، که همچه اتفاقی اینجا نمیافته. این وکلای جوون بعضا اصلا نمیدونن در مورد چی دارن خوش رو صحبت بکنن. من پرونده ای رو دیدم هفته پیش که وکیل ثانی که ما ارجاع دادیم بهش که آقا بیل لطفی بکن برای این آدم، وقتی که پرونده رو خوند گفتش که در 2 مرحله قبل وکیلی که برای شما کار کرده در حال مثل دادستان بوده، پرونده رو اینقدر بدترش کرده. صحبت از اینه که گرچه که همه چیز در مالزی بسیار کند اتفاق میفته، ولی من میتونم شهادت بدم که تفاوتی بین ایرانی ها و مالزیایی هایی که تو دادگاه حاضر میشن و تو زندان دارن زندگی میکنن نیست. یعنی همون قدر داره به اینو سخت میگذره، بد میگذره و اذیت میشن که یک مالزیایی داره. یعنی تبعیضی وجود نداره. برای همین وقتی که حرف از بیقانونی میشه، بعد حرف از این میشه که خیلی اذیت شدن، متاسفانه ما نمیتونیم ادعایی بکنیم که به ایرانی داره این ظلم ربا میشه. نه، برای همه همینه این شرایط. البته ملل دیگه مثل استرالیا، استرالیا هم اینجا زیاد داره مجرمای مواد مخدر، دولت استرالیا بیاد بهترین وکیل اینجا رو برای کل شهروندانش استخدام میکنه و اون بهترین وکیل یه کاری کرده که هیچ کدوم از این مجرما که اونها هم، البته من فکر میکنم این بچه‌ای که از استرالیا گرفت دادن همشون یه جوری یه دوچار هرس علکی شدن یا فریب خوردن، به هر حال دولتش رو حمایتشون کرده و اینا رو آزادشون کرده. حالا این که ببره تو کشور خودشون تنبیهشون بکنه ماجرای دیگه ایه. ولی متاسفانه زندانیای ما صاحب ندارن، هیچ کس نیستش که بره. ما اینجا کسی رو داریم که سرطان داره و همزمان 2 تا پاش به علت دیالیز از کار افتاده و کنسولی ما اصلا بی‌تفاوته. یعنی با این 100 بار زنگ زدن، 10 بار نامه نگاری، هیچی، سنگار وجود ندارن این بچه ها. بر مبنای کنوانسیون وین، کسی که در خارج از کشور خودش به هر جرمی به زندان بیفته، بلافاصله بعد از دستگیری و در تمام مراحل دادگاه حق داره که از خدماتی برخوردار باشه که قرار کنسولگری کشور خودش در اختیارش بذارن.
آیا در این زمینه کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در کوالالامپور به وظیفه خودش عمل میکنه؟ کنسولگری ایران در کوالالامپور اوضاع رو خرابتر میکنه. کنسولگری ایران در کوالالامپور با تمام صحبت‌هایی که ما کردیم، با تمام متانتی که به خرج دادیم، با تمام قرمون صدقهی که رفتیم تو مصاحبه ها و گفتیم که خیلی خوبید، شما خیلی ماهید، تو رو خود بیاید کمک کنید، متاسفانه الان من به این نقطه رسیدم که نه، شما بسیار آدم های بدی هستید، بسیار سهلنگارید و اون بودجه ای رو که ما با نهایت سعی با چنگ و دندون ازتون حمایت غیر مستقیم کردیم برای اینکه بگیرید برای این بچه ها رو معلوم نیست به چه صرفی رسوندید، رفتید یک وکیل ارزون قیمت و البته خوب استخدام کردید برای چند تا از خانوما و چند تا از آقایون که به تعداد انگشتای دستن. اوکی، این پولی که سفارت داده، این پولی که یه بیزینسمن ایرانی هم میتونست بده، مگه اونجا خاورمیانه نیست؟ مگه اینا حقوق شهروندی ندارن؟ مگه چند نفر هستن رو هم؟ مگه خودشون، خانوادهشون، پدرشون، مادرشون مالیات نداده؟ اشتباه کردن؟ اوکی، تو کشور خودشون میتونن اونا رو محاکمه کنن، اعدامشون کنن، اصلا من نمیدونم، هر کاری دوست دارن انجام بدن، ببرنشون. اونایی که اون تو هستن یک طرف، اینایی که بیرون هستن هم یک طرف، یعنی زجری که اونا دارن میکشن سایش افتاده به زندگی اونایی که بیرونن، عدم امنیتی که به علت وجود اونا تو زندانه سایه شهروندی ما رو زیر لوای پرچم جمهوری اسلامی خدشه‌دار کرده، یعنی بچه تو مدرسه تحقیر میشه به خاطر ملیتش. من نمیفهمم کجای ایرانی بودن ممکنه واسه شرم آدم بشه، مگر اینکه کنسولگری آدم 200 نفر رو خیلی سری نبره. ضمن اینکه این مواد مخدر از کجا داره میاد؟ مثل قارس که تو دبی سبز نمیشه اینا بذارن، ایرانی‌ها بذارن تو سکشون بیارن. این پروازایی که از سوریه به سمت ایران میاد، به سمت مالزی میاد، وقتی که نگاه میکنید میبینید که از ایران مبدأ اصلیش بوده. اینا از فرودگاه های ایران دارن میاد بیرون، چیکار دارن میکنن اونجا؟ سپاه پاسداران اونجا داره چیکار میکنه؟ چطور یک دونه نارنجک، یک دونه اسلحه این ور اونور نمیشه؟ امنیت ملی اگر قرار باشه خدشه‌دار بشه، امنیت حکومت به قرار باشه خدشه‌دار بشه، حتی یک سوزن رد نمیشه از این مرزا، ولی مواد مخدر تون تون خارج میشه. ببینید بعضی وقتا یه نفر نمیبینه، میزنی روشونش میگی نگاه کن، بعضی وقتا نمیخواد ببینه. متاسفانه جمهوری اسلامی، متاسفانه وزارت امور خارجه از صبوری ایرانی تو مالزی داره نهایت سوء استفاده رو میکنه. من خودم شخصا بیش از 2 ساله به هر ترفندی که بوده ازشون خواهش کردم تکلیف این بچه رو مشخص کنه. اینا عمر انسانه، واقعا حق کسی که 60 گرم مواد ازش گرفتن این نیست که 30 سال تو زندان بمونه. تو هیچ کجای دنیا همچین اتفاقی برای کسی نمیافته. 60 گرم رو حتی اگر به مصرف شخصی طرف هم دن 30 سال نمی کنن این زندان. ببینید اتفاقاتی می افته که شرم‌آوره. شب عید از طرف سفارت رفتن زندان زنان، بهشون گفتن که شام می خواهیم بهتون بدیم. شامی که در خدمتتون عرض می کنم قیمتش هست 10 رینگت. 10 رینگت میشه 1/3 1 دلار تقریبا، کمتر از 1/3 1 دلار. خب کلا ما 27 زن داریم. آخر سر نزدیک سال تحویل میرن بهشون میگن ببخشید بودجه نداریم بهتون شام بدیم. وقت شما عصبانی نمیشید؟ وقت شما فکر نمی کنید که اینا دارن چیکار میکنن پس تو اون سفارت و کنسولگری؟ دارن چیکار میکنن اونجا؟ دارن حقوق برای چی میگیرن؟ اگر از حق ما شهروندا دارن میگیرن حرومه، چون هیچ کاری برای ما انجام نمیدن. دانشجوامون آواره، مدارکمون نامعتبر، توهین شده، غرور لکمال شده و هیچی. 200 نفر آدم آواره.
شما اشاره کردید به مسئله استرداد بین دو کشور ایران و مالزی، توافقنامه استرداد وجود نداره. ولی خب اگر این زندانیانی که در مالزی هستن به ایران فرستاده بشن، با توجه به اینکه برای جرایم مربوط به مواد مخدر در جمهوری اسلامی ایران هم مجازات اعدام وجود داره و در ایران برخلاف مالزی که احکام به اجرا گذارده نمیشن، با شتاب این احکام به اجرا گذارده میشن، آیا این خطری برای این زندانیان نیستش؟ دوست من، ما یه مدل زندگی داریم، یه مدل زنده بودن داریم. اگر صحبت از اینه که طرف نفس بکشه، تنفس بکنه، خب بله، صحبت شما درسته. من در مورد شرایطی دارم صحبت بکنم که شما احتمالاً برای اینکه صحبت کردید با زندانیا بیشتر آشنا هستید. وقتی که قرار باشه یک نفر 30 سال تو یک قفس زندگی بکنه، خودشون میگن کیج. قراره که تو یک قفس زندگی بکنه و روزی 2 تا نیم ساعت بیا تو کوریدور جلوی سلولش قدم بزنه، من سعیدی که مخالف سرسخت اعدامم میگم اینو برش گرد و خونش، زنش رو ببینه، بچه هاش رو ببینه، بعد هر کاری خواستی بکن. ضمن این که یادتون نره ما قوانینی داریم که توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام امضا شده. این جرائم جرائمیه که خارج از کشور انجام شده و جرائمی که خارج از خاک ایران انجام بشه شرایط محاکمش فرق داره. خب در مورد شرط زندان ممکنه کمی توضیح بدید؟ ما اخباری دریافت کردیم که شرایط در زندان‌های مالزی بسیار سخت و غیر انسانی هستند. همه اینایی که فرمودید هست دقیقاً، به اضافه اینه که شرط خانوما خیلی بدتره. اینجا رطوبت هوا و گرما شرط خیلی خفقان‌آوری رو ایجاد میکنه. خانوما هم شرط فیزیکی متفاوتی دارن. تمام این چیزایی که فرمودید به اضافه شرط فیزیکی یک زن رو تو سلول های اینجا در نظر بگیرید و اینکه زندان زنان خیلی سخت گیرتره، اجازه طول ریختن برای زندانی رو نمیده، اجازه دارو دادن به زندانی رو نمیده و وقتی که زندانی رو برای ملاقات صدا میکنی 3 ماه اجازه نمیده که اون زندانی با خانوادش تماس بگیره. مثلا خود زندانی میگه نیا منو ببین چون من نمیتونم 3 ماه با بچه هم صحبت بکنم به خاطر اون مثلا صدرینگیتی که تو میخوای برام بریزی. و من در مورد غیر انسانی بودن اونجا زیاد صحبت کردم، احتمالا خود بچه هم براتون کاملا توضیح دادن. چیزی که الان بیشتر از همه اینا ما رو اذیت میکنه نداشتن وکیله و این متاسفانه اذیت ما خارجه، یعنی اینکه ما هیچ کاری نمیتونیم بکنیم چون مبالغ یه جوری نیستش که شهروندا بتونن اون رو بپردازن، چون ما با یه نفر دو نفر که طرف نیستیم، که با تعداد زیادی آدم طرفیم که همشون این مشکل رو دارن و احتیاج دارن به یک مبلغ خیلی زیادی. وقتی که سر جمع بشن مبلغ زیادی میشه که فقط سفارت میتونه پسش بر بیاد. گفته میشه در زندان زنان شرایط سخت‌تر از این هم است، چرا؟ رئیس زندان متفاوته، یه خانومه. خانوم هم مسئولانی زیاد سخت گیرترن، زمینه که این خانوم دیگه خیلی سخت گیره. البته سفیری که الان داره میاد ایران، میاد مالزی، هم خانوم هستن. سفیر ایران در مالزی این کار عوض شده و خانم افخم هستن. احتمالا خانم افخم بیشتر درک میکنن چرا شرایط زندان زنان خیلی وحشتناکتره. و من وقتی در مورد یه هفته که اینجا تشریف داشتن میفهمن که وقتی که در مورد گرما و رطوبت صحبت میکنم دقیقا در مورد چی دارم صحبت میکنم. در خاتمه میخواستم نظر شما رو بپرسم در رابطه با اینکه برای این زندانیان برای دفاع از حقوق اونها چه میشود کرد و چه باید کرد؟ ببینید یه مسئله هستش که مربوط به مسئله شهروندی ماست. همه ما، هر کسی که پاسپورت ایرانی داره، هر کسی که شناسنامه ایرانی داره، پاسپورت که نباید بگم، هر کسی که شناسنامه ایرانی داره، ما یکی این که میتونیم بگیم که حقشونه، میخواستن نکنن، بیخود کردن، قاچاقچیه، باید پدرش هم در بیارن. خب این حرفی که همیشه میزنن. یه نگاه دیگه هم داریم با یه چرخش کوچولوی دیگه. چرا کرده؟ برای چقدر چیکار کرده؟ از رو چه موانعی پریده تو ذهنش تا خودش رو راضی کرده که برای 5 میلیون تومان 5 کیلو متانفتامین جابجا کنه؟ یه نگاه دیگه ای باعث میشه که اگر مثلا میخوایم 100 رینگیت چه میدونم 30 دلار
بیایم کمک بکنیم به اینا که اینا غذا بخورن، چون خودتون میدونید که تو اون زندان اصلا چیزی به ما غذا وجود نداره که. یا مثلا چه میدونم $30 بپردازیم یا 50 رینگیت بپردازیم برای اینکه این تلفن بکنه با بچهش که اصلا وقتی به دنیا اومده ندیدتش و الان مثلا 7 سالشه صحبت بکنه. بهتره که به جای اینکه قضاوت بکنیم که بی خود کرده، نباید میکرد، نباید میرفت، یک لحظه احساس کنیم هر کسی تو زندگیش ممکنه یک اشتباهی انجام بده. یعنی من فکر میکنم فقط کسی اجازه داره بگه که بی خود کردن اینا لایق کمک کردن هستن. کسی میتونه این رو بگه که تو عمرش اشتباه نکرده باشه. هر کس بنابر ظرفیت ذهنیش که اشتباهاتی کرده. بهتر هموطنای من یه ذره تو این پروسه دقیق تر فکر کنن، بعد اظهار نظر کنن. کمک ماجرای دیگه ایه. قبل از اینکه بخوان به ما کمک بکنن حداقل قضاوت نکنن. این یه ماجرای دیگه است که اگر شهروند دلش میخواد که به هم نوعانش که تو شرط وحشتناکی کمک کنه، خیلی کار راحتی میتونه انجام بده. یه طرف درسته دولت ماست، کنسولگری و سفارت ماست. سفارت ما باید بسیار سریع ماجرای این مسئله رو یک جوری حل و فصل کنه، محکومینمون رو با استرداد برگردونه به ایران که دوره محکومیتشون رو ایران بگذرونن. بچه‌هایی که بلا تکلیف هستن، اگر سفارت ما یک سفارت مقتدر بود مثل دولت استرالیا، این بچه‌ها پروسه‌ای رو که ظرف 3 سال طی می‌کنن ظرف 6 ماه حداکثر 1 سال طی می‌کردن. و از همه مهمتر بچه‌هایی که در آستانه باختن 5 تا قاضی هستن، اونا رو باید وکیل بگیره دولت ایران. این حقوق شهروندی تک تک ماست و اونا چون نمیتونن از اون تو حرف بزنن، حقوق شهروندیشو سلب نشده قاعدتا. جای کسانی هستن که جاشون حرف بزنن و اگر تعداد بیشتر از این ببره برای دولت جمهوری اسلامی خیلی بده، خیلی بده، چون قاعدتا ما هم حرفای ناگفته‌ای داریم از پولهایی که معلوم نیست چی میشه. و مرحله بعد اینه که دولت بگه به ما جوابگو باشه. بچه‌هایی که 5 تا قاضی رو باختن چه تدبیری براشون داره؟ میخواد براشون چیکار کنه؟ قراره اینا 30 سال اینجا بمونه؟ باید حداقل بیاد پاسخگو باشه. این عدم شفافیت سفارت ایران در مالزی به قدری آزاردهنده است که آقای ظریف 10 تا پروسه هسته‌ای رو اگر ببره، ولی کارکنان زیر مجموعش با این بلا تکلیفی، با این بی‌مسئولیتی، تو یکی از کشورهایی که بزرگترین مشکلات رو ایرانیا دارن وقتی دارن خدمت میکنن، یعنی کل مجموعه وزارت خارجه دچار مشکل زیرساختیه. اگر که مشکل زندانیان مالزی این 3 دسته حل بشه، ما قاعدتا مدیون سفارت ایران هستیم. ولی اگر حل نشه، بهتر که جوامع بین المللی بیان در این مورد تصمیم بگیرن، در مورد سهل‌انگاری‌های دولت ایران، نه در مورد اون چیزی که تو مالزی داره اتفاق میفته. چون دولت مالزی داره بر اساس قوانین قرون وسطایی خودش عمل میکنه و ما اجازه نداریم دیکته بکنیم به یک کشور دیگه که چیکار بکن، قوانینت رو چجوری تنظیم کن. اینا مشکلاتی که خود دولت مالزی داره با جامعه جهانی. دولت ایران باید جوابگو باشه که چرا شهروندانش رو نمیتونه از همچین مخمصه‌ای نجات بده. بهتره که اینقدر که به تشیع تسنن رو گرفتن اعیاد تشیع توی کشور سنی نشین فکر میکنه، یک ذره به زندانیاش بکنه. به جایی که مراسم محرم و عاشورا تاسوعا بگیره، خرج قضا بده، شب عید به 10 تا زن زندانیش قضا ببره، برای 27 تا زن زندانیش قضا ببره. فکر میکنم ثوابش بیشتره، امام حسین هم بیشتر راضی میشه ازشون. با سپاس فراوان از همراهیتون. خیلی لطف کردید. متشکرم. برنامه این هفته ما در اینجا به پایان میرسه. ما هفته آینده بخش دیگری از گزارشمون در مورد وضعیت ایرانیان در زندانهای مالزی رو در گفتگو با یکی از این زندانیان که محکوم به اعدام است ادامه خواهیم داد. تا هفته آینده شاد و تندرست باشید.